فصل چهارم. دیگر اینکه ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید، و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همانطور که من قبلا با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند، انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و اما درباره محبت برادرانه هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یکدیگر را دوست بدارید. شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همینطور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید، تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمیخواهم در مورد آنانی که در گذشتن بی اطلاع باشید. مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارن غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مردن همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما میگوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نماید. و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید.